خب به بنده گرامی خبرهای دیگه هم داریم، ولی از اینکه فعلا ما دانشمند گرامی های نسیر مهرین با خود بلند داریم، دوست داریم که از اونا دقایق با اونا باشیم، بعدا با سامی خبرها رو با هم میشنیم. جناب مهرین صاحب، من برای شما سلام تقدیم میکنم و بار دیگر تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و با ما هستین. خدمت شما بیننده عزیز عرض سلام دارم. بسیار پوزش میخواییم که یکی پاسوان آمدم و تقریه از پاسوائل جای دیگر گذاشته شده بود، با تلفن با این مقدار مشکلات تکنیکی و نارسایی صحبت میکنم، از جنای مرا ببخشید. خواهش میکنم، سلامت باشین. امی که هستین با ما بازم برای ما بسیار با ارزش است. میریسه فقط نمیخوایم که مقدمه چینی کنم، چون جایی برای مقدمه گفتن نمانده و حرف برای مقدمه نمانده. دوست داریم از شما بشنیم که چی شد که کشور ما یک باره از آسمان به اصطلاح به زمین خورد و به اصطلاح منطق به زیر زمین فرو رفت. رویدادهایی که وضعات بیشتر یافته در خلال 16 روز اخیر و شما هم در باستابش شهر سزایی دارین، اینا پیشی نداره. اینا در حکومت افغانستان، خصوصا در حکومت اخیر که با ای اوضاع و احوال روابط تنگاتنگ دارن گریه میخورن. وقتی قوای خارجی در یک کشور میره، منافع و مسائل خود و دیدای خود در نظر میگیره، در یک مقطعی میرسه که نیاز احساس میکنه با تعویض تاکتیکا و تعویض روشها و تعویض سیاستهای پشتپرده منطقوی بینا، مسلم است که تبارز میکنه پاره از آنچه که ایزن در نظر دارند. در کشوری ما در خلال 20 سال اخیر بروز هم چوبخواهی از نظر دور نبود. نظر ما و بخش قابل ملاحظه هموطنان ما که اوضاع را دقیق‌تر تفسیر می‌کنند این است که اوضاع در دل خود می‌پرورانید، رشد می‌داد یا ناگواری و ناهنجاری را. در اوضاع و احوالی که سخت نیاز داشت جامعه به تامین امنیت، حکومت های افغانستان پشت اون نیروهایی را گرفتن، نیروهای زخمی را که او برهم زننده امنیت هست، او در نهادش تامین امنیت نیست جز امنیت بسیار خطرناک قبرستانی. مردم در خلال روزهای اخیر دیدن که آن کاری را که نسبت به ارتشیای ما مشخصا سیاستهای آقای اشرف غنی احمدزی اعمال میکرد نتیجه داده. دقیقا نتیجه پیامد منطقی امو کارهایی است که اشرف غنی و گروهشان ارتشینا تعقیب میکردند. مردم شاهد هستند و با روز از روز تا شام از خود میپرسیدند که چی شد ارتش 300 هزار نفری، چی شد ارتش منظم، وسایل، امکانات، جوانانی که حاضر بودند جان خود را بدن برای امنیت تامین بکنند، برند در مناطق بسیار دور دسته کشور، چرا یک بار با بسیار سهولت از دست رفتند؟ آیا طالب قدر قوی بود؟ اوضاع نظامی کشور ما آرایش نیروها نشان میده که در هیچ صورت طالب از او امتحانات بالا و دست بالای نظامی در برخوردهای خود با دیگاه برهمان نبود. این زمین سازی های دقیقاً نیروی ستون پنجم با چتر محافظ اشرف غنی بود که زمینه را مساعد ساخت، حل صلاح بکنه، منفعل نگاه بکنه و سبب شده که بسیار با آسانی بتانند برسند و بالاخره خودشان که تصمیم خود را گرفته بود بود را پشت رای خود. این همه کارا سبب میشه که سر دیگه اقتدار بیشتر باز شود. حتی بیرونی ها کشورهای غربی ایالات متحده امریکا اینا بگوین که ما در این تصور نمی کردیم به کفایتی حکومت افغانستان است، در حالی که ما موافق از این نیستم. دقیقا با ذرات اوضاع را کشورهای غربی امریکا اینا دقیقا می فهمیدن و می فهمیدن که اوضاع در کدام مسیر می رن. مثلا فراز آوردن
بخشید راز آوردن طالبان چیز امر نهو نیست سیوایی خلیلزاد مندیشی میکنن قرارداد میویرندن تعهدات میکنن وقتی مکمل هم دیگه میشه امنوایی های حکومت افغانستان با اونا بس که سبب دلخوشی مقامات پاکستان میشه میبینیم که نتیجهش باید همین اوضاع باشه اون چیزی که شما گفتین چی شد دقیقا عوامل فاکتورهای نقش بازی میکرد و در این خیانت حکومت افغانستان خیانت کرزای و خیانت گروه اشرف غنی بسیار سهم بازسازا داره همچنان کسانی که در دوروبرش بودن زیر شانه‌های زیر گرفتن بودن مهر سکوت بر لب ماندن همچون نویسنده و قلمزنده و تحلیلگرانی که دیدن فجایع را دیدن مسیر اوضاع در کدام جهت است ولی مهر سکوت بر دولت بودن اینا منتصر هستن اوضاع باید در این جهت بیامد و این اوضاع هنوز که در این اوضاع سعی میکنن یک مقدار کم نشان بدن چهره اصلی خود و دلیلی که اینا شناخته شده هستن مردم از اینا حراس دارن مردم زندگی کارکرده های زیر دیده و اینا اونا خصوصا او هستی که صلاحیت اصلی پیاده کردن سیاست های طالبان داره اون سفر میگه که ما بر بنیاد امون شیعرانش و اعتقادات بر باورهای خود یا بر بنیاد شریعت نسبت به موسیقی، نسبت به زن، نسبت به اجتماع، نسبت به تعمیر زندگی اجتماعی مردم برخورد میکنم و کسانی هستن که میخواین که در کاهش بتن یا تغییر مصنوی را در این روزا برخشان بکشن یا اوضایی که در این چند روز گاه جاهای از خود نشان میتن ولی در واقع نشان میده آنچه در بامیان انجام داد، در میدان انجام دادن آنچه در جلال آباد انجام دادن آنچه در خفا در کابل انجام میدن حراسشان از کامره هاست، از کامره های تلیفونی است حراسشان از ایست که پشتکم رسیدن تا وقت خواهی جاره نفیل هم است این مقدار به اصطلاح درمشوشان بدن اما اینا نه تنها بر آورنده اوضاع فکری و کمک حکومت افغانستان هستن بلکه اوضاع بسیار خطرناک تهدید بسیار زیاده برای مردم بیچاره از خوبه که ناگزیر بودن زندگی کنن آرزوها داشتن آرزوهایشان برآورده نشدن یا ایجاد میکنن اما شاید ناگواری های بسیار زیادتر برای مردم ما خاطر میدیده و بیدانه نیست اگه کسانی اسناد مدارکی دارن که سیر حرکی دیگه تشبیر میکنن زندگی طالبا رو فرماید در غیر صورت بنیاد واقعیت های دقیق روزمره نشان میتن از حیل که اوضاع تا حال آور چارچوب جریانات دست داشتن پاکستان اوضاع خطرناکی داره در وزارت مخابرات رو پر آوردن که به همکاری یک موسسات چینایی از طریق پاکستان دست فعال داره یک قدر فقط با اشاره اخراج کردن نشان میتن که جاهای دیگر دارد صحبت های هستن برای ایجاد اسلحه های خود تا مبادا یک قدر آمادگی های مبارزات دقیق تر بگیرند برای از اینا مزاحمت پذیر باشد و با این دوام نمی کنه چهره اصلی شان شناخته شده بود بازم شناخته می شه و رنجاق در لای مردم ما می افزاید تشکر سلامت باشین مطالب بسیار جالبی را شما برجسته ساختین و می خواهیم که از شما توضیح بیشتر بخواهیم شما در ابتدا گفتین که بیگانه ها نیامده بودن که منافع ما را تامین کنن اومدن که منافع خود در کشور ما تامین کنن پس در این قسمت چقدر تقصیر هموطنان خود ما داشت که در سطح‌های مختلف هم کار کردن چی وزیر بودن و چی رهبر حزب بودن و چی وکیل پارلمان بودن و اینا چی مسئولیت داشتن جناب میلیسه مسئولیت بیشتر داشتن در خلال صحبت هایی که همواره با حضور قوای بیگانه در کشور یا نیروهای بیگانه در کشور صورت میگیرد همیشه یک وضعاتی است که در مصیبت شناسی و پیامد شناسیش کدام عوامل عامل خارجی یا عامل زمینه های داخلی در چه سطح نقش داشتند ما اگر دقیق تر بخواهیم و ناگواری ها غلبه بکنیم اگر می خواهیم در هر برهی از تاریخ ما را هنجاری هایی را که شایدش بودیم دقیق تر بیابیم بهترین رئیس که ما عامل داخلی را نشانیم و در داخلی که ما بعد از جی که چیزی را
بخندان بکنن کسانی که گرداننده چرخی دولت شدن واقعیتش همی است که هیچ نور بازم میگم هیچ نور علاقمندی احساس طرح برنامه فرهنگ ایجادگری لازم است برای کشور و برای مردم مظلومه که سالها جنگ دیده بودن بمباردمان دیده بودن زندان دیده بودن و ایدانار دیده بودن تباهی دیده بودن و نیازهایشان ظرفیتهای سیاسی پرکی آماده نبود از آمدی کرزی وقتی تعیین میشه میره حال دیگه نشان میداد که متناسب با اوضاع امی آدم جوان یا در قتل در شروع میاد از چون دوربارش کسان که بودن از اونجا شاید است که برنامه لازمه که بتان حتی کمک های خارجی را سمت سوی درست بتن و جذبش بکنه در مسجد سالم نشد بلکه تقصیر در گردن ازیا و همچنان برای قوه مقرنه شما از فکلا نام بردین تا ای که جد بخرج بدن واقعیات بگوین شکلی را گرفت که شبکه های مافیایی در کشور ما ایجاد شد و این شبکه کافیایی کشور را جایی بردن که یک از فاسدترین دستگاه را به مغز نمایش در سطح جهان ترال بدن و این دلیل است که در داخل کشور ما برای دریافت نفش از اینا تقشیر از اینا باید بسیار توجه بکنیم تقشیر اساسی و اصلی در احقی خود از این مظلوم و این گرداندار چرخ جفا آمیز در اون کشور است و اینا سخت تصور است. تشکر. یعنی پس ما نمیتونیم که اینا رو هم براحت بتیم برازی که اینا هم نترستن که مانند بیگانه ها در کشور ما تعمیر کنده منافع خود بدن، اینا هم تعمیر کنده منافع بیگانه ها از خود ما بوده باشن، بلکه برعکس تعمیر کنده منافع بیگانه ها بودن. عجب میریسه. پس امی عقد پیمان های استراتژیک و پیمان امنیتی امریکا با دولت افغانستان که از یک مشروعیت در سطح جهان برخوردار بود چی معنی رو میتهی؟ چی شد؟ چرا عقد شد و چرا نتیجه نداد؟ دلیلش ایست که در افغانستان کسانی کار میکردن یا حکومتی کار میکرد زمان عمد کرزی در نظر بیاریم حتی با کشورهای اروپایی حتی با هند که بسیار تبسم انگیز بود. در کنارش وقتی می دیدیم که عوامل بسیار کارساز پرمخاطره را تقویه می کنند این نمونه ها در سطح جهان بیمانند است. با ایالات متحده امریکا که تا مدتی را به تأخیر انداختند، یک نوبازی پشکوش را برانداخته بودند برای تحلیلگرانی که اوضاع را می دیدند از حرکات پشت پرده و از تروریست دوستی حکومت آگاهی داشتند، این پرسش مطرح بود که این پیمانه را که ایجاد میبندن از طرف دیگه برای برهم زدن اوضاع صورت میگیره چقدر میتونه پاسخ میز باشد با توجه به ضعف حکومت های افغانستان، با توجه به بی‌اعتنایی های سیاسی که میشه، با توجه به تحقیر و توهین که شدن اون وقت پیمان ها را نه صلاحیت و شایستگیش داشتن که جدی بگیرن. بهتر مثلا اگر حکومتی می بود که حافظ منافع خود می بود، حافظ منافع ملی به مردم می بود و این پیمان هایی را که تاکده بود می بردش دعوا می کرد و محسوسات جهانی مطرح می کرد که این کشورها با ما پیمان بستن اما وظایف خود انجام ندادن، از این تخطی کردن. حکومت های افغانستان در این زمین هستن آمار و ارقام پیمان ها را بالا ببرن ولی این نوع کارسو نداشت، ظرفیت نداشت، ظرفیت هم نداشتن که در این زمینه مطالبه بکنن و پناه ببرن، متکی شوند، استناد بجوین به او مواد. این دلیل است که آن که نوشته بودن روی یخ بود و در نظر آفتاب ماندنش و از پین رفتش نوید رفت و جوی کنم. سلامت. تشکر. و عامل سقوط، عامل تباهی، عامل مصیبت، عامل بدبختی را هموطنان ما حکومت سه نفری اشرف غنی را می دانند که غنی و محب و فضلی و کودکستان و وحید عمر.
ولی طرفداران غنی فعلا تلاش دارن که او را براءت بدن و غنی بابا گفته میرن و گریه میکنن و خواندن تقریبا من که دیروز دیدم 5-6 تا خواندن برای برگشت غنی بابا کردن و اینا و میگن که کار بسیار خوبه کرد که در کابل مقاومت نکرد بیرون رفت و جوه خون روان نکرد. یه وطنان ما تنها یک ولایت میبینن در حالی که تمام افغانستان تغنی تسلیم کرده بود و جوهای از خون در صد تا سر افغانستان جاری ساخته بود. آیا میشه که با این فرارش این براءت بدن که جنگ نکرد و یکی که از دید شما وظیفهش تمام شده بود رفت دنبال کار خود؟ شما بهتر میدین که در تمام جهان و در کشور ما حکومت هایی که دست آلوده دارن، حکومت های جفاکار، نماد های داشتن از خود چیرهای سرشناس و اینا دارن کسانی را که با تمام وضاحتی که داشته زندگی ضد مردمیشان کسانی را داشتن که در مدشان بپردازن و در رابطه با اشرف غنی هم ای پایید به نظر نمی رسن. اما ببینیم که در کنارش آنچه 45,000 نفری که زیر پای میشه، توهین میشه، تحقیر میشه، شب و روزی را که در کنار میدان هوایی کابل سپری میکنن بدون آب، چند خاصتن، بدون نان، بدون تشناب، سخن از چی خواهد بود؟ مگر آیا این نیست که از در واقع یکی از مظاهر و چهرهای مصیبت آمیز و جفاکارانه اشرف غنی رو در معرض نمایش میگذارن؟ آنچه که در سرتاسر کشور امروز تا جایی که اطلاعات میرسن از طریق تلفن و آشنا و دریافت اطلاعات دقیق، نگرانی، ترس و حراسی که مردم فرا گرفته، مگر با حکومت از این پیوند نداره؟ وقتی در مزار شریف مردم چند دقیق خانما و برین جمع میشن پیش طالب میرن که طالب جان آخر ما شده، ما اولاد داریم، ما رو سابق معاش میدادن، پاسخ که میشنون با گریان بیرون میشن. امروز یک جامعه بیش از 30 میلیونی بدترین زندان طرف داره. اینا تمامش ارتباط میگیرن با اشرف غنی، با تیمش و کسان دیگه هم که در کنارشان بودن و لب رو بستن در گفتم اینا مقصر هستن. چند نفری که به خاطر اشرف غنی جان میکنن یا علایق دارن دهنشان شیرین ساخته با چیزی و یا ای که جاهل است و الا در هم جامعه بر هم اوضاع و احوالی که در سطح جهان کشش است و بحران ها را انترازا را در اروپا در امریکا ایجاد میکنه. بایدن از آمار نشان میکرد که در چقدر تصاب نیکویش مردم شده در این جامعه مساعی بره که اعمال کردن با نام اشرف غنی خاصتا با این تیمشان که همیشه گفته میشد گریه خوردن. این تیمی که شما ازش یاد کردین نه اونه از این نام بردن میشد در طول مدت اصلا از دیکانش و مردم منتقدین همیشه اینا را نامشان همی بودن که نمینا همکاری امور هستن و دیدیم که در آخر با بسیار بدنامی و بیمانندی که در تاریخ قرار جامع داشت کشور را با اون دلیل است که نام از این بحران یک از فاسدترین جامعه کشور درج تاریخ میشه. یعنی آدم میشه که به این آسانی باید غنی را براحت بتن و بگن که غنی بابا برکت گت پوجوده که طالب ها هم گفتن که ما غنی و صالح را عفو میکنیم برگردن، اما دانش کمبخت هیچ یاد نکردن که او هم در دولت بود آیا او هم میگرده یا نمیگرده. شما دست جوان یاد کردین، از اعتراضات یاد کردین، جوان مینیسف چی فکر میکنین این اعتراضاتی که در سر تا سر جهان به شمول کشور توسط نسل جوان ما برا انداخته شده و اینا خواهان تطبیق عدالت هستند، این بالاخره نتیجه خود داد یا این صداها فکر میکنین که بیهوده است بلند میشه؟ چرا نه، ما تجربه پیشینه را داریم. روز یک شنبه اخیر وقت در گردموی آمبورگ در مرکز آمبورگ رفت از افتاری کجوری رفته بودن و باران میبارید تعداد زیاد آلمان ها بودن
یه آلمانا از نهادهای بشر دوستانه و نیکوکارایش مؤسسین اونایی که روابط نزدیک با وطنداران ما داشتن اینا باشوارای خدا میدن اما از اینا هم عکس اینا گرفتم بگم صحبت هم امرشون داشتن بی تاثیر نبودن اینجا جریانات میدان هوایی کابل به عنوان بروشی از چهره فجایعی که در افغانستان هم حکایت میکنه این راه برده برانشون آنچه به اعتراضاتی که به هموطنان ما تعلق میگیره این بسیار مؤثر است از تاثیر جان به شهری که این شعارا وضاحت پیدا بکنه این شعارا از دل مردم صحبت بکنه و نهایتا زمان به ثمر می نشینه که در داخل کشور ما جبهه راستین جبهه که شکل بگیره او از آرزوهای مردم گفت بزنه او با شبکه های مافیایی گسسته باشه خط مستقل شد تشویر کرده باشه و از آن چیزهایی بگویه که در برابر جفاهای طالب است و طور مثال زنها میتونه کار بکنه امروز بخش قابل ملاحظه جامعه ما یا دخترها و زنها با طالب مشکلات بسیار مرسی دارن که اینا هنگیشان باورداشتهشان از طالب ها اونا رو بر نمیتابن طالب هم مشکل داره اما دسترس دار در زن خانه ها بسیار داست زن ها و خانواده هست و ده از اون که نانوار خانه هست کودکان داره یا وقتی میبینیم باید از اینا صحبت شد در رابطه با چیزی ریش گذاشتن یا نگذاشتن مسئله شخصی انسان هست دل کن یا در رابطه با موسیقی هنرمندان در جامعه جامعه انسانی از طول مدت به این طرف و این خوی داره عادت داره احساس یا خود ابراز میکنه و این وقتی در اولین ماده پیام خود ابلاغ میکنن که منعش نشان میده که در مجموع یک سیستم از حرکات و باورداشت های غیر انسانی در تفاوت با مردم افغانستان به نمایش میذارن محافلی که اعتراض میکنن در داخل کشور در خارج کشور اینا اگر برجسته بسازن قابل با این وضاحت بتن و دور از این عرقه بزنن و روابط بیرونی با داخل با اونایی که این صداها رو بلند بکنن بس بیشتر میشنن از این پیوند نزدیکتر داشته باشن چرا نه؟ میتونیم ما امیدوار باشیم و دورنمای خوبتر در نظر بگیریم و در یه تردید نیست که عقب نشینی های موقتیشون امروز نه تنها از یک زیرکی پاکستانی ها مشابه شنابیست بلکه وسائل و امکانات مدرن وارد افغانستان شد بر از این بسیار زیاد دست و پاچه هستن که در حد چگونه چند حد در حال بودن قاننده بیدون و امکانات نامبیسر هست اینا همه گفته شد و که ما باید در برابر جهلشون ما فرهنگ زندگی را اعتقاد احترام کرامت انسانی را خلاص بریم و دور از این وقتی در قبضنن احترازات بسیار خوب است و خوشبینش باید باشیم. تشکر. شما دورنمای بهتر گفتین در حالی که همگی آل همی رویا را در سر داریم که امیدوار هستیم که یک دورنمای بهتر داشته باشیم. اما حرفای جو بایدن که امروز گفت این دورنما را کم تیره تر می سازد. جو بایدن گفت که اگر طالب ها با تعهدات که کردن متحد باشند ما مشکلی نداریم، یعنی به رسمیت شناختنشان داریم و تعهداتی که دارن هم در تعهدات در دوحه بود که عامی منافع امریکا باشند و دیگه اجازه ندن که خطر از افغانستان امریکایی ها را تهدید کنه. این به این معنی است که اگر در داخل افغانستان الان چی میکنین آزاد هستین، فقط ما را غرض نگیرین، همین یعنی امو اس بشر دوستی امریکا رو به اصطلاح در وطن ما نشون میده که چقدر مرد به مردم ما احترام داره. چی میگین در این رابطه شما؟ دقیقا نمونه های تاریخی رو داریم. بریتانیا این دقیق میفهمید که امیر عبدالرحمن خان در افغانستان از چی نوع رفتار غیر انسانی نمایندگی میکنه او موضوع ازو نبود، برش بسیار مهم بود که امنیت قبرستانی که استبدادی عبدالرحمن خانی حضور بریتانیا را در افغانستان میتونه کنه. آنچه جو بایدن رابطه با افغانستان از آغاز تا حالی گفته دقیقا در نقطه مقابل
نیازمندی‌های مردم افغانستان است و جوانب همیشه جوانب تمامیز هم با خود حمل میکنه. یک چیز باید در این رابطه گفت پذیریم و او کار آسان میکنه و ایست که کسی ده که هم اینا پذیرفتن با هم جمهوری خواه و چیرهای سخت خواهیم به مردم افغانستان است او خلیلزاد است. خلیلزاد متقاعد ساخته بالاوریگاه خود در بخش قابل مراجعه را در سنا، در جمهوری خواه و در دموکرات ها و ابقا میکنن وظیفش میره. ای با نمایندگی از امریکا با طالبان پیمان بستن. ما از بخش از پیمانات ظاهر میشه میفهمیم. بخش قابل ملاحظه چون در رابطه با افغانستان بسیار با کارهای امنیتی و پشت و پرده عربستان پاکستان ارتباط میگیره و تا سازمان های امنیتی دیگه از این وضعی هم متعلی نیستن. وقتی پیمان بستن و او دقیق بار آوردن شانه بر قدرت آوردن شانه ناز دادن شانه تضمین میکرد امریکا بر بنیاد از او تعهد خود نسبت به طالبا عمل میکنه. مگر ایالات متحده امریکا نبود که یک آدم زندانی پاکستان است و دستایش با خون آلوده هاورد هم روش پیمان بستید برابر. مگر ایالات متحده امریکا آگاه نبود که شبکه اقانی در تورهای افغانستان در کابل و ولایات بسیار دست فرخون داره. امروز از شاخی که بیشتر در حق داره کابل اعمال نفوذ میکنه شبکه بسیار خطرناک افغانی است. نتیجه که میدیدیم اموست که امریکا به این نتیجه رسیده که در افغانستان شما را آزاد میتونه معنی تان نمیشون نسبت به زن، نسبت به حقوق بشر، نسبت به بسیاری از جلبه های تبدیلات آمیز اگر زیدیت دارین بلا در پسیتن منافع ایالات متحده امریکا را به خطر موج نفرین مخالفینش نمانین مثل ثابت کنید روش کنن بیاین بله ما در بسر شون و در این حال از اینا چیزی که دقیقا استفاده خواد شد با امنوایی با پاکستان در رابطه با تاجیکستان، ازبکستان، ایران اینا نقشه هایی است که با استفاده از اینا میکنه. سیاست هایی را که محور صحبت های تعیین کننده جو بایدن میشه اصلا این چیز هاست و دقیقا سر از اینا دست گذاشته و از اون اختیار نمیکنه. ممکن است که مخالفت ها انعکاس مطبوعاتی زیر فشار قرار گرفتن بیشتری از کشورها و حکومت ها و فجایعی را که طالب مرتکب میشه یک مقدار در تعلل از اینا نقش بازی بکنه، اما در صورتش تصمیم کننده است که با طالب قرار آمده. و حرف آخر برای برنامه امروز جناب میری صاحب، باز هم جنگ های در بین روشنفکرها شروع شده که روشنفکرانی که درس عبرت از تاریخ نمیگیرن، باز هم پشتون پشتون شده و تاجک تاجک شده و ازبک ازبک شده و هزاره هزاره شده و هر کدام باز پس از منافع میری و از افغانستان حرف میزنه. آیا این اختلافات ما رو واقعا به وحدت ملی و هم نظری و هم دیگر پذیری نزدیک میسازه جایی که آب به آسیا به دشمن میریزه؟ دقیقا همونطور که تجارب نشان داد، همونطور که سکوت در برابر فجایع تروریستی طالب شد، اما تو که نسبت به تنظیمات جهادی کارهایی که انجام دادن یکی با ایجاد محورهای قومی در ذهنیت خود، در سیاست خود، در موضوعگیری خود انجام دادن، نشان داد که کاربرد معیارهای قومی در افغانستان چیزی تشویق میکنه که از خود خود میبینیم و از غیر خدا، غیر قومی خدا بد. ما تا وقتی که باید یا کسانی که میخواد کار بهبود خانه در افغانستان، تا وقتی که از این کسان در بیرون نکشن و در این زندان بمانن کار شانس خدا نیست. در رابطه با اشرف غنی یاد آوری که شما بیشتر انجام دادین، در رابطه با طالبان، در رابطه با اجزای مختلفی که در جامعه وجود داره، این خطر متاسفانه زیاد بیداد میکنه. ما امروز فراموش نکنیم که یک بودی از باورداشت‌های مذهبی طالبان را شیعه ستیزی تشکیل
نسبت به ملیت هزاری کشور ما، نسبت به باورمندهای مذهبی تویه، اینا بسیار کینه توزانه همون برخورد رو دارن که اخی دل وهابی های عربستان سعودی بسید. بیشتر از این در پاکستان، در کویته، در شیبرچی و متاثر از این موسیقی یا جام دادن کارایی هم. از نظر زبانی هم همچنین. تا وقتی که نخبه ها اندیشمندان تمامی اقوام کشوری ما متاثر از فرهنگ احترام، فرهنگ اجزای متشکلی افغانستان و محکومیت سیاسی ناگواریا وارد عمل نشد و میارای قومی و مسائل ببینن، نتایج همیست که ما روزگار بدتر خواهد دیدیم. راه خوبیست که هر چیز رو ترویشتر و میارای دقیقتر پاریش روزن تاتش بیشتر یادواری شد دور از جهر قزده شود و این میتونه که زمین های وحدت ملی رو در افغانستان فراهم بکنه در غیر از اونه. یعنی تا ما از این زندان ها بیرون نشویم، با گفته معروف امی آش است و امی کاسه. دقیقا ما متفکرم. من سپاس میکنم جناب مهرین صاحب که وقت گذاشتین با ما بودین و می‌دونستیم که باز هم شما را در برنامه هفته آینده داشته باشیم. برای شما وقت خوش آرزو میکنم. باز هم سپاس که با ما بودین. بسیار ممنونتان. ببخشید از مشکل تکنیکی، امیدوارستم که تکرار نشه. بسیار ممنون. خواهش میکنم. سلامت باشین.